اتوبوس شمیران نوشته گلی ترقی اتوبوس خط هفتاد پیش از آن که به آن برسیم راه می افتد. دختر کوچکم چند قدمی به دنبالش می دود و نرسیده به سر پیچ ناامید می ایستد. صبر میکنیم تا اتوبوس بعدی. برفی ناگهانی شروع شده. فضا لبریز از قباری شفاف است و سکوتی خوب جای حیاهوی روزانه شهر را گرفته است همه جا سفید است و آرام رهگذرها مثل سایه های خیالی در مه ناپدید می شوند و از درختان و خانه های اطراف جز خطوطی محو دیده نمی هشت سال است که در پاریس زندگی می کنیم و این اولین بار است که شاهد ریزش برفی چنین سنگین هستیم صدای مادر بزرگ ته گوش هایم می پیشد فرشته ها سرگرم خونه دکونی هن. گرد و قبار ابرها رو می گیرن و فرشای آسمانی رو جارو می زنن. به زمستان های تهران فکر می کنم به کوهای سفید و بلند البرز در زیر آسمانی فیروزه ای و به درختان و اوریان باغمان که به خواب رفتند و قرق در رویای بازگشت پرندگان مهاجرند. روزهای کودکی ریزش برف که شروع می شد تمامی نداشت. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، روزها را می شمردم. سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، برف می آمد. ده سانتیمتر، بیست سانتیمتر، نیم متر، تا جایی که درها یخ میزد و مدرسه برای یک هفته تعطیل میشد. چه سعادتی، چه خوشبختی باور نکردنی، یک هفته صبح ها ماندن در رخت خواب، یک هفته بازی توی کوچه با هزار یک پسردایی و دختر خاله، یک هفته بدون ترس از دیدن خانم نازم و یا برخورد با معلم عبوس حساب و نخواندن از روی کتاب های کسل کننده و ننوشتن مشق یک هفته بدون حفظ کردن شعری طویل و بیمعنا و یا تمرین خط با قلم نی و مرکب سیاه رها از چنگ درس و مدرسه هفت روز آزادی و بازی چه کیفی داشت وقتی مهمان داشتیم و برف راه ها را می بست و همه کسانی که منزل ما بودند دو سه شب می ماندند. مهمان های همیشگی خانه ما اینها بودند. مادر بزرگ لاغر و مهربانم که روز و شب نماز می خاند و از خدا برای ما خوشبختی و پول و سلامتی و عمر دراز میخواست. خواست. بی بی جان خاله پیر مادر که گوشهایش نمیشنید و حواسش کار نمیکرد. مرا به جای برادرم می گرفت، برادرم را به جای یکی از پسردائی ها و پسردایی را به جای همسایه و همسایه را به جای من. خاله آزر نازنینم با بچه های کوچک و شیطانش که توی راهروهای خانه جفتک چارکش بازی می کردند و از در و دیوار و درخت بالا می رفتند و زوزکشان مثل میمون های وحشی روی نرده های پله سر می و پایین می دایجان احمد خان که مهربانترین دندانساز دنیا بود و دلش نمی آمد دندان کسی را بکشد. هر بار که یکی از ما گریه می اشک عشق در چشمهایش حلقه می دایی بزرگ، افسر توپخانه ارتش که از اسب می ترسید و از توپ و تفنگ وحشت داشت و همان اول کار لباس افسریش را درآورد و به جای آن پیشبندی زنانه بست و ماند خانه مرباهای خوشمزه درست می کرد و بلوسای پشمی رنگارنگ رنگ می بافت و بالاخره تو با خانم چاق و تنبل که قصه های عجیب و غریب بلد بود و با جن و ارواح سر و کار داشت جادوگری می دانست و برای ما شعبد بازی می کرد همه این آدمها تا آب شدن برف در خانه ما می ماندند من عاشق اتاقهای پر جمعیت بودم و لحافهای گسترده کنار هم روی قالی و میزهای انباشته از خوراکیها، تانکای شربت، کاسه های پر از دانه های انار، زرف های زرد و پسته و سوهان و گز و باغلوای لذیذی که مادر درست می کرد. چه کیفی داشت وقتی هزاران بوی گیج کننده از گوشه های خانه بر میخواست و توی راه رو میپیچید. بوی تنباکوی قلیان مادر بزرگ و بخار مطبوع جوشنده های بی, بی جان و عطر زعفران روی برنج گرم همراه با دارچین و زیره و گلاب و پیازهای برشته و کباب نیم سوخته روی زغال های داغ چقدر دوست داشتم با پچ و پچ آدم بزرگ ها و خنده های پنهانیشان که از اتاق مجاور می آمد به خواب روم. به صدای ملایم تار دایی کوچیکه و زمزمه شیرین خال آزر و تقتق دمپایی های مادر روی پله ها گوش میدادم و خوابم میبرد برد. وسط شب از نو بیدار می شدم. می دیدم بزرگترها هنوز بیدارند هست و چراخ روشن است و آجپاسخانه پر از رفت و آمد و سر و صدای قابلمه هاست و دوباره خوابم میبرد و خوابم سبکتر از پرواز باد بادکی بازی گوش بود. امشب هم از تماشای برف مثل زمانی که بچه بودم زوق زده و خوشحالم. دخترم هم هیجان زده است. داره خودش میچرخد میرقصد و با مشتای کوچکش گلوله های برفی می سازد و به اطراف پرتاب می کند. مدام به وسط خیابان می دود و با بیقراری منتظر اتوبوس خط هفتاد است. بیتابی او مرا به یاد تپش های قلب کوچکم می اندازد. وقتی هر غروب بعد از مدرسه با نگرانی چشم به انتهای خیابان می دوختم و در انتظار دیدن دوستم عزیز آقا دقیق شماری می کردم. صورتم را رو به بالا می گیرم. دهانم را باز می کنم تا ذرهای برف روی زبانم بنشیند. چه مزه خوب و بوی گوارایی دارد. انگار هزار گلبرگ یاس از باغشه های آسمان فرو می ریزد. حس می کنم پاهایم از زمین کنده شده است و در فضا شناورم. انگار در خبابی از شیشه هستم و نفسی پنهانی برا در زمان به عقب می برد. نگاه میکنم ده سال دارم. سر چهار راه نزدیک مدرسه منتظر اتوبوس شمیران هستم. خانه تازه ما آن سر دنیاست، پشت تپه ها و میان زمین های خالی زندگی میکنیم دورمان دور من هیچ خانه ای نیست. بعضی شبها صدای شغال می آید و مادرم می ترسد. حسن آقای آشپس هم میترسد و رخت خوابش را توی راه رو پشت در اتاق پدر می اندازد. من خانه وسط بیابان را دوست دارم و از آبنبار بزرگ و استخر پر از قورباغه و سایه های سیاه درخت هایش که شبیه به آدم های بدجنس هستند نمی ترسم و ته باغ پشت شمشادها با ملوفه های کهنه برای خودم اتاقکی کوچک درست کرده ام. هیچ کس نمی تواند پیدایم کند. خوراکی هایم را زیر آجرها می گذارم و از ترس مادر مشقهایی را که سفر گرفتم زیر خاک چال می کنم. درخت های تبریزی هم بازی‌های من هستند. هر کدام اسم دارند و درازترها پسرند. از مدرسه که می رسم کیفم را می اندازم و دوان دوان به سراغشان می رویم. تمام کارهایی را که کردم برایشان تعریف می کنم. نقاشی هایم را نشانشان می دهم و از روی کتاب فارسی بلند بلند برایشان می خانم. بعضی ها خرند و خمیازه می کشند. بعضی ها حسود و بدجنسند و گوش نمی دهند. آنهایی را که با من رفیقند می بوسم و آدامس های جویده ام را روی برک هایشان می چسبانم. آنهایی را که پشت سر من بدگویی کرده اند کتک می زنم و شاخه هایشن را با تناب به هم میبندم. تا مدرسه فیروزکوهی اگر با اتوبوس برویم بیشتر از یک ساعت در راهیم. برادرم بزرگتر است و اجازه دارد تنها برود و بیاید. اما من باید دستم را به حسن آقا بدهم و بدون اجازه او یک قدم هم برندارم. این دستور مادر است. ولی من هر کاری که دلم بخواهد می و اگر حسن آقا کلمه ای به مادر بگوید پوستش را میکنم چون میدانم کلید انبار بالا که گم شده بود توی آستر کت اوست و میدانم وقتی مادر خانه نیست مشت مشت عدس و برنج و لوبیا از سوی گونی ها می و همه را توی جعبه پشت و مستراح ته باغ میگذارد و روز مرخصیش با خودش میبرد برای همین است که ما با هم کاری نداریم و زورمان مساوی است ساعت چهار که مدرسه تعطیل می شود حسن آقا به دنبالم می آید و سر چهار راه منتظر اتوبوس شمیران می ایستیم. امروز برف می آید. برفای بزرگ قد یک نعلبکی همه جا سفید سفید شده است و حسن آقا مثل شبهی محو پای دیواری ایستاده است. صورت شبیه به تکه ابری شفاف است. از آن ابرهایی که من شبها توی آسمان می بینم. و میدانم که آدم های هزار سال پیش هستند. بعضی هاشان تاج و ریش بلند دارند و سوار بر اسب تند میگذرند. توی ماه اگر آدم خوب نگاه کند بچه ای کوچک نشسته که پاهایش را جمع کرده و سرش را روی زانویش گذاشته و گریه می کند. و من هرچی او را به برادر خنگم نشان می دهم نمی بیند. مادر از ماه شب چهارده می ترسد و به من میگوید که به سترا خیره نشوم. گاهی وقتا از ته بنفش آسمان اجده های بزرگ بیرون میآید و توی راه شیری فرو می رود. به حسن آقا که میگویم جیغ می کشد، لحاف را روی سرش می اندازد و بلند بلند دعا می خاند. از اتوبوس شمران خبری نیست خوشحالم و وسط خیابان سرسره بازی می کنم با لگت به تنه درخت ها میکوبم تا بارشی از برف روی کله ام بریزد حسن آقا کیف و غذای مرا زیر بغل گرفته و می لرزد بخاری بیجان از دهانش بیرون می آید کفشای کهنه پدر را پوشیده است برای از چند نمره بزرگ است پشت قوزک پایش توی کفش خالی است و برف درست سوی همان سوراخی می ریزد. دستهایش هم گوچه و دستکش های مادر را دست کرده است. دستکش های لنگه به لنگه، یکی چرمی اننابی و دیگری توری سیاه. پدر هر شب عید دستور می دهد که برای همه کت و پیراهن و کفش و جوراب و پوش نو بخرند. حسن آقا لباس های نواش را نمی پوشد. می توی چمدان تا آخر تابستان که به ده رفت با خودش ببرد یا آنها را میفروشد و پولش را توی لوله بخاری اتاقش قایم می کند. من تنها کسی هستم که میدانم پولهایش کجاست. اما بهشان دست نمیزنم. قسم میخورم. صدای موتور اتوبوسی از دور میآید آقا از جایش می پرد و من خوشحال و نگران به این اتاقک سفید که کنان نزدیک می شود نگاه می کنم. با خودم می گویم اگه چراغ زد سوار می شم وگر صبر می کنم تا اتوبوس بعد. حتی اگه حسن آقا هم از سرما یخ بزنه مادر از نگرانی دیوونه بشه و خودم از تشنگی و گرسنگی بمیرم. این رازی است که هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس. راز من و عزیز آغاست. حتی حسن آقا هم از آن بیخبر است و نمیفهمد چرا بعضی روزها سوار اتوبوس شمیران نمیشوم اتوبوسی که چراغ نزند مال عزیز آقا نیست و فرار می کنم و به داد و فریاد و اعتراض او محل نمی چندین بار تهدیدم کرده است که به مادر خواهد گفت و من هم به کلید انبار بالا که توی آستر کت اشاره کردم به همین دلیل دیگر کاری به هم ندارد و دست از سرم برداشته است. اتوبوسی که از دور سه بار چراغ بزند مال عزیز است من هر شب وقت خواب به جای دعایی که مادرم یاد داده سه بار تکرار میکنم. من سوار هیچ اتوبوسی جز اتوبوس عزیز نخواهم شد. این عهدی است که با هم بسته ایم تا روز قیامت. البته عهدی بدون حرف چون من با دوست گنده هم که از پدر هم بلندتر است و پاسبان ها هم از قیافه ترسناکش می ترسند، حرف ترف نمی زنم جرعت نمی کنم چراخای اتوبوسی که از دور می آید روشن خاموش می شود و قلب من مثل فرفر دور خودش می چرخد نگه می دارد سوار می شویم حسن آقا جلوتر از من می رود عزیز آقا نگاهم می کند و با چشمهای پف کرده و سرخ رنگ جواب سلامم را می دهد. موهایش چرب و فرفری است. حسن آقا می گوید که فر شش ماه زده است. ابروهایش سیاه است و سیبیل کلوفتی تمام دهانش را می پوشند. من روی صندلی پشت سر او می نشینم. حسن آقا ته اتوبوس که گرم تر است و نشست خوابش می برد. مسافرها چند تایی بیشتر نیستند و همه چرت میزنند. از مدرسه تا خانه یک سفر است. به خصوص که برف میآید و ماشین بدون زنجیر وسط خیابان لیز می خورند و راه بند میآید. بعضی روزها ها عزیز آقا خسته است. خمیازه بلند می کشد و بوی دهانش تندتر از تنتوریودی که مادر به زخمای زانویم می مالد. سرم گیج می رود و رودایم به قار و قور می افتد. از توی آینه به من نگاه می کند و شکلک در می آورد. لبهایش را باد می اندازد، دماغش را می شرخاند و چشمهایش را چپ می کند. من دستهایم را جلو دهانم می گیرم تا مسافران صدای خنده ام را نشنوند. توی دلم قش می روم. دوست من شکل دیو است و بچه های کوچک از او می ترسند. روی دست ها و بالای سینه اش خالکوبی است. از نزدیک گوش تا آن طرف گردنش خط کلفت و بنفش کشیده شده است. انگار کسی می گردنش را ببرد. مادر هیچ وقت سوار اتوبوس نمی شود. راننده و ماشین خودش را دارد اما میداند که دیوهایی مثل عزیز آقا هم در دنیا هستند و دلش شور مرا میزند. دوست ندارد با اتوبوس به مدرسه بروم اما این دستور پدر است و نمی شود از آن سرپیچی کرد حسن آقا ته اتوبوس چون باتمه روی صندلی خوابش برده است سوز سردی از شیشه شکسته پنجره تو میزند و مسافرها یخ کرده اند عزیز آقا کتش را در میآورد و روی پاهای من میاندازد کتش بوی گند میدهد دوست دارم مسافرها نگاهم کنند و دستم را با غرور به یقه چرب کت او میکشم. انگشت هایم بوی عجیبی می گیرند. بویی که در خانه ما نیست. در خانه دایجان ها و امه ها هم نیست. بوی سگ و گربه و گاو و گوسفند هم نیست. بویی است که از سوراخ های دنیا اینا شناخته می آید. بوی تمام کارهای بدی که نباید کرد و چیزهایی که حالا حالا ها نباید دانست. بوی مادر با تمام بوها فرق دارد. بویی است که از عطر و پودر فرنگ می آید. از آرتیس های سینما و مجله های مد و خیابان لالزار و سالن رقص کافه شهرداری. مادر بوی روزهای آینده را می دهد. بوی فردا و تمام چیزهای خوبی که در انتظار من است. با این کت روی پایم آدم دیگری می شدم. آدمی که مجبور نیست تمیز و با ادب و درس خان و شاگرد اول باشد. به موهایش فکل پفی بزند و به همه سلام و تعظیم کند و در تمام مهمانی ها برای غریبه ها شعری را که در مدرسه یاد گرفته و درست هم بلد نیست از بر بخواند و اولین درس پیانویش را که چیزی جز تکرار دور میفا سلاسی نیست برای قوم و خیش های پرحرف بی بنوازد و در مسابقه زیباترین کودک شرکت کند و ببازد با کت عزیز آقا روی پاهایم شبیه خودم میشم. گمان میکنم که تمام تنم خالکوبی است و نصف دندانهایم تلاست خودم را میبینم که تک و تنها در کوچه ها میگردم ممثل مثل دخترهای فاطمه رختشور شور هر, هر و کرکر میکنم. پشت موتور خوشگلترین پسر محله سوار و همراه او به دیدن فیلم تارزان می به ایستگاه آبشار که می رسیم عزیز آقا نگه می دارد. بیشتر مسافرها پیاده می شوند تا در قهوه خانه سر راه چای بخورند. من و حسن اقا از جایمان تکان نمی خوریم. عزیز آقا پیش از پیاده شدن از توی داشپورد ماشین پاکت کوچکی در می و توی دامن من می گذارد. از توی آینه نگاه هم می کند و چشمک می زند. تمام صورتش پر از مهربانی است. پر از خطهای نرم مثل آدمکی پارچه ای. دوست من خوبترین دیو دنیاست و از دست و پایش از بوی عجیب دهانش از چشمهای سرخش از کت چرب و کهنه چیزی مثل یک بخار شفاف بیرون میزند که دور مرا میگیرد و من توی این بخار جادویی مثل تکه ای برف آب میشوم و آنقدر احساس خوشبختی می کنم که دلم میخواهد هزار هزار سال مثل مجسمه ای از سنگ همینجا و همین شکل بمانم بیان که بزرگ بشوم بی آنکه عوض بشوم امروز عزیز آقا برایم آلبالو خشک خریده است حسن آقا از ته اتوبوس صدایم میزند و میپرسد چه کار میکنم جوابش را نمیدهم و آلبالوهایم را تند تند میشمارم مسافرها ایستاده چای میخورند عزیز آقا چند قلب از بطری عرقش را سر میکشد بعد می روید پشت درختها ها بشاشد. من نگاه نمی کنم. سرم را زیر می اندازم و آلبالوهایم را تند تند می جبم. اما توی سرم او را می بینم و گوشهایم داغ می شود. راه می افتیم و تا میدان ونک آهسته مثل مورچه می رویم. گاهی وقتها رو به عقب سر می خوریم. دیگر لیز می خورند و درست وسط خیابان جلو ما می هوا تاریک شده و تمام دنیا سفید است. حسن آقا می و هی را از ته اتوبوس صدا می زند. می دانم که تا چند دقیقه دیگر عشقایش سرازیر خواهد شد. گریه توی آستی است و روزی دو سه بار سر هیچ و پوچ عشقایش راه می افتد. مادر معتقد است که گریه های حسن آقا مثل قدقد مرغ هاست و دلیل خاصی ندارد پدر میگوید حسن آقا یک پارچه الاغ است و حسن آقا میخندد و الاغ بودن را دوست دارد خوشحال ظرفها را جمع می کند و نگاهش به دهان پدر است که با رضایت تکای کباب را می جود و از دست پخت او راضی است. شیشه پنجره کنار من شکسته است و باد سردی به یک طرف صورتم میخورد. گردنم خشک شده و پشتم از سرما یخ زده است. عزیز آقا با نگرانی از سوی آینه ماشین مراقب من است. اتوبوس را نگه می دارد. یک تک روزنامه و مقداری پارچه های کهنه توی سوراخ پنجره می شپاند و دوباره پشت رول می نشیند. من زبان سامت او را بلدم. می دلش شور می زند. و ترجیح میدهد جایم را عوض کنم انگار با چشمایش به من میگوید پاشو دختر کوچولی سرتر سرما میخوری بارو ته اتوبوس اونجا گرمتره میترسم مریض بشی من با نگاه به او جواب میدهم نه من از جام تکون نمیخورم این صندلی اختصاصی منه اونو بلنمی کنم نگرانی عزیز آقا را دوست دارم مهربانی مادرانی او عمق دوستیش را نشانم می دهد چشمهایم را می بندم و سفری خیالی به اعصار دور و عهد پادشاهان بزرگ می کنم. به زمانی که پهلوانان وفادار برای اثبات صداقت و سرسپردگی به شهریار پابرهن روی زغالهای سرخ راه می رفتند و با اجده های هفت سر می جنگیدند. اتوبوس دیگر حرکت نمی کند. راه بندان است. سرما جای همه چیز را گرفته است. سمت راست بدنم کرخت شده است. نوک پنجه هایم گز, گز می کند و پاهایم را هسته می کنم. سرم مثل کوه سنگین است. انگار بادش کرده اند. بزرگ و کوچک می شود. یخ زده و از لای پلک های نیمه بستم. سایه هایی را می بینم که بیرون برف میچرخند آب دماغم راه افتاده و چشمهایم هایم میسوزد یک مرتبه گر می میگیرم داغ میشوم و بعد می لرزم و دندانهایم از سرما به هم میخورد اشکهایم تند تند می ریزد دست خودم نیست عزیز آقا با انگشت های زبرش گونه هایم را خشک میکند و با دهان بسته می خندد شاگرد هایی که او را می شناسند میگویند تمام دندانهایش تلاست باور نمی کنم از مادر میپرسم او هم نمیداند و عزیز آقا را نمیشناسد اما پرسش من را دوست ندارد و عصبانی تهدیدم میکند که اگر به های اتوبوس نگاه کنم یا با آنها حرف بزنم پوستم را خواهد کند به نظر مادر تنها آدمهای بد و لات دندانهای طلا دارند و همهشان هم دوز و آدم کشند و هزار بلا سر دختر کوچک ها من که باور نمی کنم و دلم می سوزد وقتی می بینم مادر گاهی وقتها بر جنس و دروغگو می شود و می گوید که خال آذر چا گذشت است و قصه می خورم از اینکه مادر خیلی چیزها را نمی داند. مثلا پایتخت بیشتر کشورها را نمی شناسد و قوانین ساده حساب را بلد نیست. با این حال به نظر من بهترین و قشنگترین مادر دنیا است و شبها پیش از خواب خودم را به دل درد میزنم تا کنار تختم بنشیند و دلم میخواهد اعتراف کنم که چه فکرهای بدی درباره او توی سرم هست اما مادر همیشه دنبال کاری است عجله دارد و به حرفهای من گوش نمیدهد و اگر بفهمد یواشکی از پشت در به حرفهای او و پدر گوش دادهام سخت تنبیه هم خواهد کرد. عزیز آقا از دست برف و راهبندان کلافه است. هرچه تقلا می کند که اتوبوس چند قدم جلوتر برود نمی شود. انگار در بیابانی سفید راهمان را گم کرده ایم. صدای حسن آقا از دور به گوش می رسد. می نالد و از ترس سکسکه های بلند می کند. من هم حال عجیبی دارم. حس میکنم کنم دارم مریض می شوم. شکمم را پر کرده و دلم میخواهد استفراغ کنم. کت عزیز آقا را دو دستی به خودم چسبانده و سرم گیج می رود. می خواهم پا شوم اما پاهایم جان ندارد. دهانم را باز می کنم ولی صدایم در نمیآید. همه جا پر از برف است. تمام اتوبوس، تمام شهر و من زیر این تاق سفید یخ زده ام. سالهاست که به این شکل منجمد مانده تنها چشم هایم است که مثل دو تا کوره آتش می سوزد و عشق هایم که تند تند می ریزد و دهانم که خشک و تلخ دنبال آب می گردد. آب، آب، آب. دستی خنک و معطر که بوی پودر و کرم می دهد پیشانیم را نوازش می کند. کسی توی گوشم دعا میخواند و به صورتم فوت می کند. صورتهای آشنا دور تختم ایستاده اند و چشم های درشت و شیرین خاله آذر زیر نور چراغ میدرخشد. بوی جوشانده بیبی بی جان می آید. نرمی پتو و ملافه های تمیز خودم را می شناسم و می توی تختم هستم و مادر کنار من است. حسی لبریز از آرامش دلم را پر می کند. خوابم می برد. و خواب می بینم روی کول عزیز آقا سوارم و او مثل قالی پرنده بالای ابرها پرواز می کند و مرا به تماشای شهرهای دور و ناشناخته می برد. چقدر دلم می خواهد دانش را باز کند و من دندانهای تلاییش را ببینم اما حیف که لبهایش مثل در صندوقشهی پر از جواهر بسته است. سخت ناخوش هستم. دکتر کوسری هر هفته روزهای پنج شنبه به عیادتم می آید. سینم خشخش می کند و شبها تبم بالا می رود. هر بار که می آید دواهایش را عوض می کند و حال من بدتر می شود. لاغر و زرد و مردنی شده ام و موهای سرم می ریزد. برایم دکتر دیگری می آورند که خودش بیشتر از من صرفه می کند و دواهایش را هیچ دواخانه ای ندارد. روزها و هفته ها مثل باد می گذرند. درس و مدرسه از یادم رفته است. روزها می خوابم و در خواب هم صرفه می کنم. مادر بزرگ پای تختم می نشیند و زیر لب ورد و دعا می خاند. اگر بیدار باشم برایم قصه می گوید و غذایم را قاشق قاشق در دهانم می ریزد. هر روز از پنجری اتاق به درخت خورمالو که شاخه‌هایش لخت و اریانند نگاه می کنم و تا رسیدن بهار روزها را رو می شمارم. هر روز سر ساعت چهار بعد از ظهر اتوبوس شمیران را می بینم که از شهار راه جلو مدرسه عبور می کند و عزیز آقا غمگین و تنها به جای خالی من نگاه می کند و می گذارد. شاید هم را فراموش کرده است. و خوراکی هایی را که برای من توی داشبورد ماشینش میگذاشت به دختری دیگر می دهد دلم از می میسوزد و سرفه هایم تونتر می شود مادر سراسیم دکتر کوسری را خبر می کند و صدای پدرم را میشنوم که دستور می دهد مرا برای بردن به فرنگ آماده کنند امسال رفوزه خواهم شد گریه میکنم و خلازر می میگوید که هیچ چیز مهمتر از سلامتی نیست. کاش تابستان زودتر می رسید و درخت گیلاس برگ و میوه میداد. تابستان ها خانه ما شلوختر از همیشه می شود. خانواده ما یک قبیله بزرگ است و من دهها خاله و امه و دایی و یک دوجین دایی و دختر خاله دارم. پدر رئیس این قبیله است و همه از او حساب میبرند. روزهای جمعه این قبیله در خانه ما نهار میخورند و مادر نصف بیشتر میهمان را شب نگه میدارد. همگی دست جمعی توی باغ روی ایوان میخوابیم بچه ها ردیف کنار هم و بزرگترها دورتر زیر درخت های تبریزی روی تخت های چوبی و توی پشه بند های توری پدر تک و تنها توی آلاچیق میخوابد و دو طرف آلاچیق جوی آب روان است که تا دم صبح صدای شرشرش به گوش می رسد. مادر بزرگ با ما بچه ها می خوابد و مراقب ماست. ما بالای سر هر کدام از ما یک لیوان پر آب یخ و زیر بالش هر یک مشتی گل یاس می گذارد. بچه ها را می شمارد و هر یک را به نام صدا می زند تا مطمئن شود همه سر جایمان هستیم. من سکوت زنده شب را دوست دارم تپش قلب میوه های رسیده و نفس های سبک جوان های نورس را می شنبم. پیش از خواب ستاره ها را می شمارم و به ابرهایی که به شکل آدم ها هستند نگاه می کنم. یکی از آنها شبیه به عزیز است از آن بالا مرا صدا می زند و شکلک در می آورد. پسردائی ها پچ می کنند و مادر بزرگ از همانجا که خوابیده با ترکه درازی که دارد به پایشان میزند. دایی کوچه که خورخور خور می کند و سگهای توی خراب را به او او می اندازد. بی, بی جان توی خواب حرف میزند و تو با خودش را تا صبح خرش خرش میخواراند یکی از بچه ها پی در پی بوی گندول می دهد و مادر بزرگ عصبانی از جایش میپرد و میخواهد بداند کار کی بوده است. همه خودشان را به خواب میزنند و نفس از کسی در نمیآید. خواب همراه با وزوز پشه ها و برق برق ستاره ها چشم هایم را پر می کند. بعضی شبها باران می گیرد و مادر بزرگ نایلون بزرگ و درازی را که کنار دستش آماده دارد روی ما می اندازد. من و پسر زیر آن پوشش زخیم به هم می چسبیم و مثل بورچه های زیر خاک به تک و تک باران روی سرمان گوش می دهیم. از زمانی که مریض شده اما مجبورم توی اتاق محبوس بمانم و همه چیز مرا می ترساند. ترس مثل آدمی نامرئی همه جا هست. گاهی وقت لای در را باز می کند و بعد از ظهرها وقتی بزرگترها چرت میزنند به سراغم میآید. بعضی وقتها پشت شیشه پنجره است یا خودش را زیر دامان مادر قایم می کند. امروز صبح توی آینه بود و انگار مسخره هم می کرد. ترس است که مرا به صرفه می اندازد. مادر دیگر به دکتر کوسری اعتماد ندارد و دواهای او را دور می ریزد. دایجان دکتر شبها خانه ما می خوابد. با مادر قرار گذاشتند که یک شب او به من آمپول بزند و یک شب مادر پدر میگوید که دکترهای فرنگی نابقه و با اولین نسخه سختترین بیماری ها را درمان می کنند حالا آذر با چشم های غمگین نگاه می کند و طوری سر و صورتم را می بوسد که گویی دیگر مرا نخواهد دید حسن آقا کارت کهنه از زنی چاق با موهای طلایی در لباسی از مخمل و تور دارد میگوید این زن ملکه پاریس است و زنی بدجنس است که به قرآن و حضرت محمد اعتقاد ندارد حسن آقا نگران من مادر است و از مادر بزرگ می خواهد برای نجات ما از چنگ این ملکه کافر روز و شب نماز بخواند. مادر با خوشحالی چمدان های سفر را آماده می کند من می دانم ترس در پاریس هم هست و هر جا برویم دنبال ما خواهد آمد. مادر بزرگ یک ریز نماز می و به صورتم فوت می کند. دوبا خانم هر روز غروب یک لیوان آب جگر پخته به خوردم می دهد. به دور گردن و پاهایم هزار جور دعا بسته اند و زیر بالشم پر از کاغذ های کوچک چهار تاست. هنوز هر بعد از ظهر ساعت چهار که می شود به تعطیل شدن مدرسه فکر می کنم و به اتوبوسی که از دور می آید و چون خوابی نیمه فراموش شده پیش از آن که به من برسد در قباری سفید فرو می رود. هنوز هم پیش از خواب توی دلم تکرار می کنم. من سوار هیچ اتوبوس جز اتوبوس عزیزاقا نخواهم شد. این عهدی است که ما با هم بسته ایم و من تا روز قیامت به این عهد وفادار خواهم ماند. قسم می خورم. وقت قسم خوردن چشمهایم را می بندم. نفسم را حبس می کنم و قلبم مثل تبل می خوبد. مطمئن هستم که عزیز آقا تاپ تاپ قلبم را می شنبد و جوابم را خواهد داد. سه روز دیگر می رویم. مادر بزرگ کنار پنجره نشسته از گلهای یاس را نخ می کند و از آن برایم گردم بند و علنگو می سازد. چقدر هم غمگین هستم حتی تو با خانم که همیشه قر می داد و بشکن میزد مثل آن وقتها نیست چشمایش پر از اشک است و آب دماغش را با گوشه آستینش می گیرد در میزنند با خودم میگویم لابو دکتر تازه است یا یکی از امه هاست هزار جور آدم به دیدن ما میآید و روزی صد بار در خانه را میکوبند. حسن آقا میآید آید توی اتاق و کنار در می ایستد. حاج است و مپود به مادر نگاه می کند. می خواهد چیزی بگوید اما جرأت نمی کند. مثل همیشه از ترس به سکسک افتاده است. به کسی یا چیزی بیرون از اتاق اشاره می کند اما صدایش در نمی آید. مادر کلافه و بی است. بلند می شود و به دنبال حسن آقا به سمت راه رو می رود. صدایش به گوشم می رسد. کی؟ جواب حسن آقا را نمی شندم. تنها صدای مادر است که بلندتر و بلندتر می شود و شبیه به سوت خطر همه را نگران می کند. مادر بزرگ بلند می شود و پنجره را می بندد. پتو را تا زیر چانه هم بالا میکشد دوباره صدای مادر به گوشم می رسد. راننده اتوبوس قلبم از جا کنده می شود. نیمخیز می شود و توی جایم می نشینم. جواب حسن آقا شبیه بعبع گوسفندی است که میخواهند سرش را ببرند فریاد مادر توی سرم میپیچد کی چی کدوم اتوبوس حسن آقای نازنی نیمه جان شده و به تت افتاده است قیلوغال مادر به گوش میرسد که میخواهد بفهمد چگونه راننده ای بی سر و پا جرأت کرده برای احوال پرسی دخترش بیاید حسن آقا را میفرستد تا به او بگوید اگر یک بار دیگر این طرفا پیدایش شد دستور خواهد داد قلم پایش را بشکنند پتو را کنار میزنم از رخت خواب بیرون میپرم و پابرین با پیراهن خواب نازک به سمت راه رو میدوم تو با خانم سعی می کند جلویم را بگیرد هلش میدهم و دستش را گاز میگیرم مادر متعیر از رفتار عجیب من بهم دستور میدهد هر چه زودتر سر جایم برگردم. بی اعتناب تمام تهدیدها ها دوان دوان خودم را به دفتر کار پدر که در انتهای راه رو است می میروم تو و در را قفل می کنم. پنجره اتاق رو به کوچه است. پرده را کنار میزنم روی صندلی می ایستم و می بینم عزیز آقا مثل کودکی مظلوم و خجول وسط کوچه بلا تکلیفی ایستاده است. پاکتی کوچک توی دستش دارد موهای اش را شانه زده و دگمه های پیراهنش را تا زیر گلو بسته است نمیخواهد خالکوبی سینهش دیده شود پنجره را باز می کنم صدایش می زنم به دوربر نگاه می کند و راه می افتد برود بلندتر صدایش می زنم و دستم را برایش تکان می دهم می چرخد. سرش را بلند می کند و چشمش به من می افتد. دوباره همان مهربانی قدیمی تمام صورتش را میپوشاند. پوشاند. عشقایم تون تون می ریزد و حرفایم حتی برای خودم نامفهوم است. عزیز آقا از همانجا که ایستاده با حرکت سر به من سلام میگوید. آنقدر خوشحال است که خدا می داند. می خندد و با این خنده است که اتفاقی عجیب میافتد. افتد. باز می شود. دهانش شبیه به قاری تاریک است. و در انتهای آن یک دندان طلا مثل چراغ علاءالدین برق برق میزند. میدانم که از این چراغ جادویی هر چه بخواهم خواهد شد. چشمهایم را میبندم و آرزو می کنم که دوباره سالم شوم. صرفم بند بیاید و ترس دست از سرم بردارد. به پاریس که میرسیم در هتل واگرا اتاق میگیریم و سه روز بعد دکتری فرانسوی مرا میبیند و نسخه ای مفصل برایم می نویسد. حالم از مدت پیش بهتر شده است و کمتر سرفه می کنم. هیچ کس از راز من و جادوی چراغ طلایی خبر ندارد و مادر بهبودی سریع مرا به حساب نبوغ دکتر فرانسوی گذاشته است. اما خودم میدانم کی و چی مرا شفا داده است هر شب در تاریکی اتاق و زیر ملافه دستم را به چراغ خیالی علاءالدین میکشم و دعای همیشگیم را تکرار میکنم اقامت ما در پاریس از شش ماه هم میگذرد به تهران که برگشتیم مدرسه ام را عوض می کنند و مدرسه تازه چند قدم بیشتر با خانه فاصله ندارد پیاده میروم و برمیگردم اما وقت عبور از خیابان دلم میگیرد و چشمهایم به دنبال اتوبوس شمیران میگردد سالها تون تون میگذرد و من برای خودم دوشیز خانم محترمی میشوم اتوبوس های کهنه را جمع کردند و جای آن را ماشین های کرایه با راننده های جوان میگیرد اما من با وجود گذشت زمان به دوست بزرگ و عهد قدیمی وفادار میمانم. هر بار که دلم می گیرد یا قصه ای از راه می رسد و گره ای در کارم می خورد نگان از پشت خاطره های کودکی دهان معجز آسای دوستم نمودار می شود و برق آن دندان طلا مثل ستاره زهره در تاریکی شبهایم می درخشد. اتوبوس خط هفتاد از سر پیش پیدا می شود و آهسته پیش می آید. صدایی کودکان ته گوشم می گوید من سوار هیچ اتوبوسی جز اتوبوس عزیز نخواهم شد. دخترم جلوتر از من می رود. دستش را برای راننده اتوبوس تکان می دهد و چشمهایش پر از فکرهای بازیگوش و مرموز است. شاید او هم رازی دارد که به من نمی گوید. همان گونه که من به کسی نگفتم نه به مادرم نه به حسن آقا و نه حتی به درختان تبریزی ته باغ پایان